Encore, monsieur. باشین، سعادتمند باشین، هر جای دنیا که هستین همیشه خوش و خندان باشین. خوش آمدین به یک ولاگ جدید. خدا کنه که هفته خوب را سپری کرده باشین. بازم فرستم به خدمت شما با یک ولاگ جدید دی هفته. امروز بر من یک روز مهم است به خاطر که نو بیشتر فهمیدم که نتیجه امتحان ما معلوم شده، امتحان B1. دوستان پیشتر برم در گروپ مسیج کردن و گفتن که نتایج اعلان شده، میتونین که داخل وبسایت شوین و نتیجه خود ببینین. من خواستم که نتیجه را امروی شما یک جای ببینم. امروز از قهوه وقتی که خیستم نانمانی چیزا را وقتی که خوردیم آماده شدیم، میخواستیم بیرون بریم برای چون هوا خیلی خوب است، گفتیم یک چند عکس خزانی بگیریم. پیش از اینکه ما بیرون برایم خبر شدم که نتایج امتحان ما آمده، خیلی زود آمده، ولی بسیاری کسا امتحان دادن، یعنی اضافه تر از میگن که در ظرف 5 هفته یا 6 هفته ما نتیجه معلوم میشه، ولی اضافه تر از اون منتظر 6 هفته بودن. اما از ما فقط در ظرف چند روز معلوم شد، 2 هفته، 2.5 هفته شد یا که 3 هفته شد، نمیفهم، خیلی زود نتایج ما آمد و ما نتیجه را میخواییم که امروی شما یک جای چک کنم نتیجه امتحان ما که ببینیم ناکام شدیم، کامیاب شدیم. نتیجه را با هم یک جای میبینیم. ما از اینجا داخل چی میرم؟ داخل گروپ که با دوستای مستم داخل گروپ برم، بعد از او ببینم که خدا کنه که نتیجیم چی باشم، خدا کنه که نتیجی خوب گرفته باشم. کجا هستم؟ اینا من میرم وارد لینک میشم. نوتس نام ما بود،
چند تا عکس گرفتیم بعد از باز باران باری. دوست عزیز سلام مجدد، بازم خوش آمدین. من از بیرون آمدم، باران گیر ما کرد، نتانستیم بندازی کافی بگردیم و عکس بگیریم، ولی به هر حال بازم خوب بود، بد نبود، از هیچ کده خوب. من وقتی که ولاگ قبلی را اپلود کرده بودم، ولاگ در مورد امتحان که اپلود کرده بودم، طبعا کسایی که دوستایی که امتحان داده بودن بر از اونا تجربه شده بود میفهمیدن که چه رقم است، ولی بعضی از دوستا مخصوصا خانمای عزیز که مادرها مصروفیت زیادتر می داشته باشن، هم باید به خانه رسیدگی بکنن و هم به اطفال رسیدگی بکنن، هم درس بخونن، بر از اونا یک ذره مشکل تر تمام میشد، همی موضوع درس و امتحان. و طبعا هر کس به اندازه خود مسئولیت داره، ولی وقتی آدم مادر باشه طبعا مسئولیتش بیشتر و زیادتر میباشه. تا که تا هنوز امتحان ندادن و گفته بودن که ما میخواییم به فامی میشه رنمایی بکنی که امتحان چه رقم بود، چه رقم تو درس خواندی، با دو طفل چه قسم تانستی که رسیدگی بکنی. وقتی که من زبان آلمانی رو شروع کردم، از طبعا وقت شامل میشیم یک امتحان تثبیت سویه میگیرن که تا کدام لول هستم و سطح زبان ما به کدام اندازه هستم. من چون وقت آلمان آمدم، از این که بیکار بشینم یک چند اپلیکیشن گرفته بودم و از طریق از او اپلیکیشن ها یک کم تو مثلا میخواندم، یک روزانه یک پنچش لغت حفظ میکردم یا که بعضی گفتگوها را کوشش میکردم که یاد بگیرم، که ولی او وقت برای من یعنی بسیار زیاد مشکل تمام میشد. باز وقتی از ما یک امتحان تثبیت سویه گرفتن، من در مدیول دوم کامیاب شدم، البته در بخش نوشتار، یعنی یک امتحان شریفتلش هم تحریری گفتی خودمو میگیرن و یک امتحان منتلش هسته که البته در امتحان تثبیت سویه را میگم. در بخش شریفتلش یا تحریریش من در مدیول دو کامیاب شدم، ولی در قسمت منتلش گفتم سویم از لول دو پایین تر بود، از مدیول دوم پایین تر بود، باید من مدیول اول میخواندم، ولی از او کده پایین تر هم فکر میکنم دو مدیول دیگه است که از الفابت شروع میکنن، کسی که نوشتارشان ضرورت داشته باشه که یاد بگیره. من از مدیول یک شروع کردم تا مدیول چار ادامه دادم، باز بعد از مدیول چار نتانستم ادامه بدم. من تا مدیول چارم چون عمل داشتم نمیتونستم درست درس بخونم، هفته یک روز خود 100% من غیرحاضری میکردم، برام خیلی مشکل تمام شده بود، از او خاطر دیگه تا مدیول چار خواندم. بعد از او عذرم پیش کردم، گفتم که من دیگه چون طفلم به دنیا میه یا نمیتونم که ادامه بدم. بعد از او من یک 8 ماه وقفه داشتم تا که طفلکم تولد شد، طفلکم کلان شد. بعضی از دوستا از من پرسان کرده بودن که طفلت کی نگاه میکنه، طفلت چه رقم میکنی وقتی در درس میری. خدا من در هزار بار شکر شوهرم رامین جان امرایم در هر مرحله زندگی امرایم همکاری میکنن، امرایم کمک میکنن. و من وقت در درس میباشم شوهرم متوجه دخترکم میباشن، چون نام خدا کلانتر شده، غذا میخوره و امروی پدر جان خودم را بتیش خیلی خوب است نام خدا، از خاطر شوهرم میتونم متوجه دخترکم باشه. از طرف صبح وقت من در درس میرم، وقت پیش پدر جان خود میباشه و بعد از ظهر باز من خودم میباشم پیشش. اگر بیایم سر موضوع امتحان، خدا را هزار بار شکر که استادای خوب داشتیم. هفته یک بار یک استاد ما بر ما میگفت که دو نامه باید بنویسین، و هفته یک بار یا دو بار استاد دیگه ما میگفت که دمی داخل صنف ساعت قید میکرد، میگفت داخل صنف شما نامه بنویسیم، بدون گوگل ترانسلیت، بدون موبایل، بدون هیچ نوع کمک، بدون پرسان کردن از کسی، فقط فکر کنیم که وارد امتحان شدین شما. و وقتی ما نوشته میکردیم طبعا استاد مشکلات ما را اصلاح میکرد. وقتی مقایسه میکنم که مثلا روز اول در مدیول 5 ما وقت رفتم با حال خیلی فرق آمده در نوشتن من، و
و همچنان ما چند بار مدل تست امتحان دادیم. مواد مدل تست شما میتونین که از اینترنت پیدا بکنین. من لینکش در قسمت دسکریپشن نوشته میکنم. در خود گس فکر میکنم دو مدل تست هست در موادایش با کلید جوابات میتونین که شما از اوجه ببینین، پرینت کنین. اگر در موبایلتان میتونین از موبایلتان استفاده بکنین. مدل تست خیلی خیلی کمک میکنه، بسیار زیاد کمک میکنه. میشه ساعت قید بکنین و عین مثل امتحان پیش برین که خیلی خوب آماده بسازیتانه. اگر بیاییم سر امتحان خود ما، امتحان ما طبعا هر امتحان هر قدر سویش پایین باشه یا بلند باشه، امتحان استرس خودم می داشته باشه. من بسیار زیاد استرس داشتم و توقعیم از خودم بسیار بسیار زیاد بود از نمره که فعلا گرفتیم، از اینکه زیادتر از خود توقع داشتم، ولی اما قدرم که شد من قناعت دارم بهش. در امتحان ما بخش حقوقان لیزن درست یادم نیست که چی بود، چون در بخش اول است استرس آدم بسیار زیاد می باشه، آدم نمی فهمه که چی میشنم چیزی که بود نهل کنیم. در بی این سبب می فهمین که دو نامه می باشه براتون، از دو نامه یا دو ایمیل شما یکیش میتونین انتخاب بکنین، دو افکاوه است. از ما یک نامه ای بود که شما با استفاده از توک ترین شما میرین در وظیفه و این توک همه روزه نو وقت میاید. شما باید یک نامه بنویسین به دویچ بان فکر میکنم که شکایت بکنین که من هر روز سر کار نو وقت میرسم خاطر که توک نو وقت میاید. یک افکاب ای بود و افکاب دوم ای بود که شما یک اعلان در اینترنت میبینید، یک یخچال دست دور سودا میکنن و شما علاقمند هستین که یخچال بخرین. قیمت یخچال 20 یورو هست و مو 4 پونکت که میده 4 نقطه که شما نظر به اونمو 4 نقطه باید نوشته بکنین. من او را انتخاب کرده بودم، بر من آسان تر بودو. و در قسمت مندلیش پروفنگ خدا را شکر که نام من در شروعی لست بود، فکس 12 بجه وارد امتحان شدم تا 12 و 20 یا 12 و 16 یا 18 دقیقه بود که من از امتحان خلاص شدم برآمدم. امتحان منتش هم میفهمید که 3 بخش داره. بخش اولش زیش واشتنن است شما خود معرفی میکنین، بخش دومش بلد بش خیبون است که یک عکس براتون داده میشه شما او عکس توضیحات میدین در موردش، و بخش سومش هم گمینزم اتواز پلانم است که یک سیچویشن یا یک حالت بر شما میتن و شما با پارتنرتان که در امتحان هم رویتان است با اوی امو حالت یک چیز را با هم دیگه پلان میکنیم. در بخش اولش استاد ما بر ما گفته بود که خودتان چیز را که میخواین گپ بزنین در امتحان، طبعا امو فکر میکنم 5 یا 6 نقطه است که شما روی اونمو باید صحبت کنین و از او باید بیرون نشوین، چون شما فقط 2 دقیقه وقت دارین و در 2 دقیقه باید تمام این موضوعات شما بگوین و در آخر اگر وقت ماند استاد یا نفری که با استاد هسته او از شما سوال میکنه. و بخش دومش که بلد بش خیمون هسته او جای تصویر برتان داده میشه، فکر میکنم 3 دقیقه وقت داریم، در او باید شما چیز را که میبینین را تشریح میدین، ولی زیاد نه که مثلا شروع کنین از این شروع بگین که من در عکسی را میبینم میره میبینم میره میبینم تا 3 دقیقه امور شما تشریح بکنین. در شروع فقط گفتم میشه که من در عکس اینی چیزا رو میبینم، بعد از او حالت شما چی فکر میکنین چی حالت هسته. از ما هابی بود، بسیار ساده بود که عکس پارتنر که عکس بسیار ساده بود، یک دختر بالای یک چوکی شیشته بود در یک باغ و پیشویش میز بود، در سر میز کلایش ماندگی بود و در دستشان کتاب بود، کتاب میخوام که این خیلی ساده بود تشریح کردنش. و از مک بود حدود 10 نفر بودن در یک باغچه، اونا فکر میکنم کدام محفل داشتن و چراغا روشن بود، شو بود، همگی فکر میکنم کدام محفل داشتن، پارتی داشتن، چی بود یا با دوستای خود وقت سپری میکردن. ولی هم سیچویشن که پرسان میکنه که چی هسته، سیتواسیون او هابیز بود که روی اونمو باید، روی حالت باید شما اول باید بگین که او حالت چی است، بعد از او تجربه خودتان هم بگین، بعد آخر اگر استاد استان چیز سوال کرد سوال استاد جواب میدین. و بخش سومش با پارتنرتان یک چیز را پلان میکنین، یک حالت پلان میکنین. از ما اولی بود که یکی از دوستای ما از کورس زبان 3 هفته میشه که در شفاخان است و به خاطر خانیش که در خانیش هیچ کس نیست
به کمک ضرورت داره و از ما تقاضا کرده که ما باید برش کمک بکنیم و مو چند نقطه را که میتونه نظر به اونو مو چند نقطه باید ما بگویم که باید ما با هم پلان بکنیم که چه قسم امرش کمک کنیم. مثلا اگه ایوان خانگی داره، ایوان خانگی شما هفته چند روز باید بریم خبرش بگیریم، برش نان بدیم، گل داره، گلدان داره، اونا رو باید گلایش هفته چند بار بریم او بدیم، برای خودش در شفاخانه مثلا لباس باید ببریم، چی چیزا لازم است، یا وقتی که پس خوب میشه خانه میایه باید برش چی انجام بدیم، یک چی میگن متعجب بسازیم شه چه رقم. حالت که ما باید پلان میکردیم ای بود. بخش اول 50 نمره داره فکر میکنم، اگر بخش اول شما درست گپ بزنین و ختم بکنین شه 50 نمره در بالا جیبتون است، باقی میمونه اونجا 50 نمره دیگه که شما به خاطر کامیاب شدن فقط 25 نمره دیگه ضرورت دارین. یعنی در مجموع شما 75 نمره کار دارین به خاطر از اینکه از بخش گفتاری کامیاب شوین. که اگر شما به می سطحی هستین که افهام و تفهیم کرده میتونین، تا اندازه مشکلات روزمره خود حل کرده میتونین، هیچ تشویش نداشته باشین، 75 نمره را 100% میگیرین. بعضی شیوه هایی که به خاطر یاد گرفتن یک زبان به نظر من البته مهم است یا مؤثر است، او را میخوایم امرایتان شریک بسازم. نکته اولشی است که از گپ زدن نشرمین. اگر شما با یک آلمانی صحبت میکنین، طبعا او میفهمه که شما آلمانی نیستین و نو آمدین، و ایره بفهمین که از تجربه خودم اگر بگویم، اگر اشتباه هم گپ بزنین آلمانی ها هیچ وقت سر شما ریشخندی نمی کنن، بلکه اگر شما غلط هم صحبت بکنین اونا کوشش میکنن که امرایتان خوبتر صحبت بکنن و شما رو وادار بکنن که گپ بزنین. بنان از گپ زدن هیچ وقت نشرمین، کوشش بکنین که با بیشتر با کسایی که به زبان آلمانی بلدیت دارن در ارتباط باشین، گپ بزنین امرایشان. یک نکته دیگه ای است که با اطفال بیشتر خوب آدم یاد میگیره. یک نکته مهم دیگه ای است که فیلم ببینین و زبان هر زبان را که میخواین یاد بگیرین و همون زبان زیادتر فیلم ببینین. در شروع دیدن فیلم با سبتایتل بسیار زیاد کمک میکنه، که مثلا بعضی کلمات اگر تلفظ پیچیده تر در فیلم استفاده بکنن، شما وقت سبتایتل شده داشته باشین اما کلمه را میفهمین که چی است. ولی آیست آیست وقتی که سطح دانشتان در امو زبان بلندتر میره، خوب است که از سبتایتل استفاده نکنین. بدون سبتایتل آدم فیلم ببینه، اخبار بشنه و این خیلی کمک میکنه. اسمی که بیشتر هم گفتم، یک خوبی دیگه ما ای است که تمام اطلاعات، تمام موادهای درسی فقط به اندازه یک انگشت از ما فاصله داره. در موبایل ما هست، در اینترنت هر نوع موادی که بخوایم هست، در یوتیوب میتونیم هر رقم ویدیو رو ببینیم. ما در اینستاگرام بعضی از خواهرای ما که امتحان داده بودن پیش از من، البته ازشان خواسته بودم که امروی همکاری بکنن در قسمت پیدا کردن مواد، و بر ما بعضی یوتیوب چینل ها را اونا معرفی کردن که من لینک شاید من در قسمت دسکریپشن بر شما میمانم. خیلی زیاد مواد است، به شرطی که ما از مواد ها استفاده بکنیم، ضرورت و یک منبع بیرونی نداریم. یک نکته مهم دیگه ای است که وقتی ما در طفولیت ما با بیش از یک یا دو زبان صحبت کرده باشیم، وقتی بزرگ میشیم ظرفیت یادگیری یک زبان جدید خود به خود ما می داشته باشیم، و خوشبختانه ما افغانا با بیش از یک زبان صحبت میکنیم. خب دوستای عزیز، ای بود تجربه ما، ای بود چی میگن معلوماتی که ما داشتم در این مورد و چه قسم من به امتحان خدا آماده ساختم، چه رقم امتحان سپری شد. کسی که پیش روی امتحان دارن برشون موفقیت آرزو دارم، و دوستایی که امتحان سپری کردن امید میکنم که بخیر نتیجه خوب بگیرین و انشالله کامیاب شوین، و دوستایی که فعلا B2 یا C1 میخوانن، میشه که در قسمت کامنت نوشته کنین که تجربه شما چی است، شما کدام شیوه را استفاده کردیم که برتان مؤثر واقع شد، از کدام شیوه استفاده کردیم که خوبتر یاد گرفتین، زودتر یاد گرفتین، سریعتر یاد گرفتین، که کامنت های شما را دیگه دوستا بخونن و برای از اونام یک انگیزه شوه. رسیدیم به آخر یک بلاگ دیگه، خدا کنه که خسته نشده باشین. فکر میکنم بسیار زیاد کپ زدم. دوستایی که امتحان سپری کردن در قسمت کامنت بنویسین که شما از کدام شیوه استفاده کردین و امتحانتان چه رقم سپری شد، چند نمره گرفتین.
چند نمره گرفتین و دوستایی که امتحان هنوز ندادن و شما موفقیت آرزو میکنم. تا بلاگ بعدی که انشاءالله باز خدمتتان هفته آینده قرار میگیرم، شما رو به خداوند یکتا میسپارم. مواظب خود باشین، شب و روزتان خوش و زندگیتان به زیبایی قلبتان. فراموشتان نشه که ویدیو رو با دوستایتان شریک بسازین و همچنان چنل یوتیوب رو سابسکرایب بکنین، دکمه زنگوله رو فشار بدین که از اپلود ویدیوهای جدیدم با خبر شوین.